اظهارات توأم با هشدار گلبدین حکمتیار در این مراسم با موجی از واکنش ها روبرو شده است. این رهبر جهادی به مناسبت 32مین سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان، حکومت را به سنگ اندازی در روند صلح و مصالح سازی فرماندهان ضد طالبان متهم کرده است. آقای حکمتیار هشدار داده است که اگر حکومت به تعهداتش با این حزب عمل نکند، ارگ را محاصره خواهند کرد. مائده نور بندون تطبیق نشی، ارگ به ترهغم محاصره کهو، چه دی مفسدین و سپیره و اکمانی پایت ورسیج و ملت دی دوی لشار وزد. در واکنش امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان تلویحاً آقای حکمتیار را به مراجع به تمامی آدرس های زده افغانستان برای رسیدن به ارگ متهم کرده است. آقای صالح گفته که دولت به آوردن قاچاقی اسلحه نیاز ندارد و چنین اظهارات بیانگر 40 سال تلاش ناکام و افسردکن توأم با کودتا، توطئه، جنگ و کشتار برای رسیدن به ارگ می باشد. افغانان لتیرو ډیر تجربه اخیستی دی، هیچ چاته به د دې حق وارنه کړي چې په زور باندې پر ارګ باندې حاکم شي یا په زور باندې ارګ ته ننوځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې نظام ساتنه کوي او افغانان د دې نظام ملاتړ کوي. گلبدین حکمتیار پس از سالها جنگ علیه دولت افغانستان سرانجام در اواخر سال 2016 میلادی با حکومت موافقتنامه صلح را امضا کرد و سپس وارد کابل شد. این رهبر پیشین جهادی همچنان گفته که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز قصد عقب نشینی نظامی را از افغانستان ندارد و می خواهد که از موافقتنامه صلح با طالبان عقب نشینی کند. طالبا با این اعتراض که حزب اسلامی رفت و مثلا به اون مقتضایی که برش وعده شده بود قبول نشد، خب طبیعتا طالبا نیز سر ناسازگاری را بیشتر خواهند کرد یا با عبارت دیگه امتیاز طلبی را بالا خواهند برد تا فشار را بیشتر وارد برد. آقای حکمتیار منعیسی یک سیاستمدار کنکار میکشه که در عرصه سیاست، در عرصه تبلیغات خود قوی و قدرتمند نشان بده، در حالی که او قدرتی که در سابق داشت حالا نداره، فقط به حزبیایش و به داخل مملکت چنان ولایت نمیکنه که تا هنوز هم قدرت داره. گلبدین حکمتیار با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان همچنان گفته که تنها راه بیرون رفت از این وضعیت برگزاری انتخابات پس از ایجاد اداره موقت است. طالبان نیز خواهان ایجاد اداره موقت شدند. اما رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که ایجاد اداره موقت به خونریزی ها و جنگ داخلی می انجامد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.